سلام، خوش آمدید به دیدبان. فرناز قاضی زاده هستم. این هفته مسعود بهنود از جشن پایان سریال شهرزاد خواهد گفت تا لغو کنسرت ها علارغم مخالفت دولت. اما در ادامه برنامه نگاه به تازه ترین مجموعه های بی بی سی که در راه هند. سلام های بهنود، ولی شروع هفته ماجرای قهرمانی لستروار استقلال خوزستان بود. سلام. بله، این مهمترین موضوع هفته بود. کار ورزش نویسرم آسون کرد، اونا هم همین تعبیر لستر رو به کار بردن چون خیلی شبیه استقلال خوزستان که اومد یه مرتبه دفعه پیش پایینای جدول بود، نزدیک به رفتن به دست دوم بود، ولی این دفعه اومدش و درست مثل لستر سیتی عیناً. و حالا شهروند میبینید که خب بالاخره روزنامه هلال احمر است و متوجه مسائل محیط زیست و آلودگی ها و اینا طبعاً دیگه. عکسی که در اول هفته گذاشته زیرش نوشته گرد و خاک خوزستان به دو معنی. بله دقیقاً. این سمت راست هم اشاره‌ای هست به ماجرای خودکشی های زیاد شده اخیر. بله. که ظاهراً روش خیلی دردناکی را هم انتخاب میکنن کسانی که این کار رو میکنن، از پلها استفاده میکنن و این گزارش اسمش هست پلهای مرگ، گزارش تحلیلی میدانی شهروند از خودکشی های اخیر. بریم سراغ روزنامه ایران و عکس آقای شهرام ناظری روی ببینید اینکه روزنامه صفحه ایران میذاره مهمه به خاطر اینکه این لغو این دوره کنسرت ها، البته همیشه بالاخره غیر از دوره آقای احمدی نژاد، به خصوص دوره دوم آقای احمدی نژاد، دوره وزارت ارشاد آقای حسینی که هیچ مخالفتی نکرد، هیچ وقت با همچین چیزهایی موافقت میکرد کاملا، بقیه دوره ها همیشه وزرا به هر حال کم و بیش مخالف بودن با اینکه گروهی برن و یک کنسرت مجوزدار رو تعطیل کنه. ولی این دفعه رئیس جمهور هم مثلا هیچ وقت مجوز نمیداد که بعد کسی بخواد کنسل کنه. آره، اگر به اون میداد چیز نبود، یعنی مخالف نبودش. به هر حال اینجا اصل موضوع مطرحه. بعد از ماجرای آقای کیوان کلهر، ماجرای نیشابور ادامه پیدا کرد، دادستان امام جمعه نیشابور عملا اعلام کردن که به ما مربوط نیست شهرهای دیگه چه اتفاقی میفته، ما در نیشابور نمیذاریم اتفاق. اعلام استقلال کردن. بله، اونم درست مصادف با روزایی که بزرگداشت عطارم بود. بعد در این وسط خب نیشابوری است، خود کیوان کلهر از خانواده شهید، اینا هم همه چون اونا به عنوان اینکه از خانواده شهدا دارن دفاع میکنن این حرفا. به حال موضوع لغو کنسرت ها، حالا چه اونایش که یه ذره بعدن لغو شد معلوم شد نه هنوزم جدی نیستش میتونه برگزار شه، چه بقیه، موضوع اصلی بود، روزنامه دولت بهش پرداخت. ابتکار عکس روی جلد رو عکس ترانه علی دوستی گذاشته و علی نصیریان آخر قصه شهرزاد. توجه داشته باشین درست در هفته ای که روزنامه ها بیشتر راجع به عملکرد رادیو تلویزیون صحبت میکردن، اصولا افکار عمومی متوجه پایان سریال شهرزاد بود که تو رادیو تلویزیون نیست. درست. اولین بار است که یک چیزی اینقدر همه گیر شده است بدون اینکه در خود رادیو تلویزیون بوده باشد و بنابراین جشن گرفته شد به عنوان اختتامیه. خیلی ها فرض بر این کردن که این معنیش اینه که سری دوم ساخته نمیشه، در حالی که گفتگوها بیشتر بر سر این است که ساخته میشود. تو خود جشن هم صحبتش شد. در جشنی که میبینید یه صحنه ایش رو دارید میبینید که ترانه علی دوستی و استاد محترمی که همه کسایی که اونجا بودن به آقای نصیریان ابراز احترام کردند. طبعاً باید همینطور میشد و این قدر شناسیشون بود. حرفای خیلی خوبی هم زده شد. آقای پرستویی بقیه اومدن از کسایی که بیرون از مجموعه شهرزادن بودن تو گزارش ها خوندیم. به حال این در اون روز بیشتر روزنامه های میانه رو و اجتماعی همین صحنه خداحافظی شهرزاد و صف اول داشتن. و لباس زیبای ترانه علیدوستی واقعا از فکر میکنم از این طرحهایی هست که اخیراً خیلی زیاد شده، طرحهایی که در ایران برای مانتو میزنن. بریم سراغ نوآوران و عکس این دختر جوان که خودش رو به شکل پسر درآورد، رفت توی استادیوم و قصه های بعدش. بله دیگه، همچنان که میدونید او رفتش، عکس ساده انداخت و گفت من تو اینستاگرام گذاشت، ولی واکنش ها تند بود. از جمله که کسی نوشتش که میام همونجا دم اونجا میکشیم، نمیدونم از این حرف هم زده شد. اون طفلک هم خب بچه معصوم ترسید، گفت نه من خب آدم جدی نیستم، من هم تو کار شوخی کردم، خانواده عادی هستم و اینا، نه من وارد این بازی ها نکنید. و به حال مانع از این شد که موجی دست کم از او ساخته شه، ولی فضا که منتظر اجازه او نمیمونه، رفت. این نوآوران کار مهمی کرده، هم یه نقاشی از اون عکس گذاشته، همین که پشتش یک گزارشی درست کرده. تو اون گزارش آقای کشاورز میگه این عمل قانونا جرم نیست که دختری بره استادیوم، تو قانون،
جرم نیستش، ولی اینکه کسی کسی رو تهدید کنه میام آتیشت میزنم جرمه. دقیقاً. به من کشاورز از وکلای بسیار صاحب نام هم هست در ایران، برای کسایی که احتمالاً نمیدونن. بریم سراغ تعادل روزنامه اقتصادی است. بنابراین این خبری داره که گزارش تهیه شده خود تعادل، گزارش خوبی هم هست. تو اونجا میگه که در حالی که پیش بینی میشد به دلیل وضعیت نفت که تو بازار اضافه حضور داره، قیمتش میاد پایین، لابد انقدر مصرف نداره که انقدر قیمت میاد پایین، همه فکر میکردن که این ایران چجوری میخواد بره این وسط جای خودشو به دست بیاره، حرفی که آقای زنگنه تکرار میکنه که ما با جای قبلیمون داشته باشیم. ولی حالا میگه چند تا اتفاق افتاده که داره این کار رو تسهیل میکنه. یکی اینکه خود ایران تولیداتشو یه ذره تونسته ببره بالا، هنوز به اون سقفی که گفتن نرسیده، ولی همزمان قیمت هم یه ذره تکون خورده رفته بالا. شاید علت چه بخوایم جستجو بکنیم، آتش سوزی بزرگ کاناداست که در مناطق نفتیش اتفاق افتاده است و مهمه، به این سادگی هم قابل ترمیم نیست. حوادث نیجریه است که در اون تو میدونیم که این بوکوهرام و بقیه اومدن داستانه درست کردن، در نتیجه ناامن محیط. و در این حال توجه میده که فقط هم اینا نیست، ونزوئلا هم با وضعیتی که پیدا کرده، حکومتش و داستانی که ثبات سیاسیش از بین رفته، اونم وسط. لیبی و عراق هم مجموع اضافه کنیم، یه فضایی به وجود اومده که داره میدون میده به یه مقدار خوشبینی. حالا قیمت نفت هم یه کوچولو بالا رفته، حالا بعداً راجع به مطالب داخل روزنامه‌ها بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما همونطور که میدونید بخش دوبله بی بی سی فارسی برنامه‌های مختلفی از سریال‌های داستانی گرفته تا انواع مستندهای بی بی سی رو دوبله می‌کنه تا از بی بی سی فارسی پخش بشه. در برنامه دیدبان این هفته میخوایم نگاهی بکنیم به بعضی از این برنامه‌ها که پخششون به زودی آغاز میشه. قوانین اسلام اجازه نمیداد با یک دولت اسلامی وارد جنگ بشه. خب حالا تنها چاره کار چی بود؟ این بود که صفوی‌های شیعه مرتد اعلام بشن. این اتاقی که قراره به زودی توش کشته بشی. میشه برای خانوادم یه پیام بفرستم؟ نه نمیشه. همه این قطعات با هم $805 میشه. وقتی سال 2006 پلی‌استیشن 3 برای اولین بار به بازار اومد، قیمت خرده فروشیشون $499 بود. خب بخشایی بود از مجموعه‌های که ما قرار هست به زودی پخش بکنیم از بی بی سی فارسی. بهرنگ تاجدید اینا رو برای ما مرور کرده، اومده به ما بگی دقیقاً اینا چی هست. از اولی شروع بکنیم، عثمانی‌ها اسمش هست نه؟ درسته، عثمانی‌ها امپراتوران مسلمان اروپا که مجریش هم رگی عمر یا راگ عمر هست که یادتون باشه چند سال پیش مستندی در مورد سفرش به ایران ساخته بود و خیلی مستند هم در ایران هم دیده شد با وجود اینکه انگلیسی بود. این مجموعه مستند سه قسمتی در مورد امپراتوری عثمانیه که تا همین 100 سال پیش هم بوده و یکی از مواردی که در مورد امپراتوری عثمانی میپردازه بحث حرمسراهای سلاطین عثمانیه که تو این چند سال اخیر به خاطر سریال حریم سلطان در ترکیه و کشورهای دور و برش خیلی نظرشون بهش جلب شده. یه قسمتی از این مستند رو ببینیم. با شنیدن نام سلاطین عثمانی و حرمسراهاشون تاریخ و اسطوره در ذهن ما به هم میامیزه تا تصاویری از زنان حرم و کاخهای مجلل را به وجود بیاره. رمز و رازی که ظاهراً در این روایات وجود دارد، قرنهاست محققین دربار عثمانی را شیفته خود ساخته. اما در حقیقت همه زنان حرم معشوقه سلطان نبودند و واقعیت ماجرا آنقدر هم فریبنده نیست. زندگی در حرم جذابیت خاصی نداشت. زنها اکثر اوقات روز رو به صحبت با همدیگه و سوزندوزی می‌گذروندند و اونهایی که در رده پایین تر بودند احتمالاً کارهای پیش پا افتاده حرم را انجام می‌دادند. اونا تمام عمرشون رو در فضای محدودی می‌گذروندند. در واقع زندگیشون خیلی کسل کننده بود و 180 درجه با تصورات معمول ما غربی‌ها تفاوت داشت. جالب هست اشاره به سریال حریم سلطان، توی خود مستند هم به اون اشاره میشه نه؟ دقیقاً. و به چیزهای دیگه ای، به اینکه چه شکلی امپراتوری عثمانی شکل گرفت و به بحثی که حالا قبلترش دیدیم، بحث درگیری های عثمانی با صفویه و بقیه سلسله های ایران. مستند خیلی خوش ساختیه که فکر میکنم برای هر بیننده جذاب باشه. بسیار خوب، بذار ببینیم که کیا پخش میشه. قسمت اول مستند عثمانی ها رو میتونید سه‌شنبه 4 خرداد بعد از خلاصه خبرهای ساعت 9 شب به وقت تهران و کابل ببینید. ساعت 9:30
شب به وقت دوشنبه. تاریخ و ساعت بازپخشش رو هم الان دارید میبینید. قسمت‌های بعدی هم هفته های بعد تو همین ساعت پخش میشه. اما بریم سراغ MI5، سریالی که طرفدارای کمی هم نداره. دقیقاً سریال جاسوسیه که حالا فصل جدیدش قراره شروع بشه. اگه خاطرتون باشه تو فصل قبلی، آخر فصل قبلی، هری پیرس رئیس بخش مبارزه با تروریسم MI5 سرویس اطلاعات داخلی بریتانیا رو ویکتور سرکیسیان گرفته بود، کسی که قبلا مأمور FSB سازمان اطلاعات روسیه بود، و حالا در شروع فصل جدید سرکیسیان میخواد هری رو به یک گروهی بفروشه. اما این گروه وقتی میان ویکتور رو میکشن و بعد یه ویدیو رو میذارن رو اینترنت. همکارای هری تو MI5 برای بار اول دارن این ویدیو رو میبینن. ببینیم. دور و برت رو نگاه کن هری. این اتاقی که قراره به زودی توش کشته بشی. میشه برای خانوادم یه پیام بفرستم؟ نه نمیشه. گذاشته بودنش رو اینترنت، ولی ما بلافاصله برش داشتیم. اگه دوباره وارد حوزه عمومی بشه، توضیح رسمی اون اینه که داریم صحت و سقمش رو بررسی میکنیم. حالا نظرمون در مورد صحت و سقمش چیه؟ علامت رو لباسشون، مربوط به ارتش مقدس انتقام صالحان است. خیلی خب، فرض کنیم سرکیسیان با یه گروه اسلامگرای افراطی مثل سارب معامله کرده، ولی معنیش این نیست که اون اعدام واقعیه. حالا معلوم نمیشه اینو کشتنش یا نکشتنش. بریم ببینیم. دو تا سوال هست، این که ویدیو واقعیه یا نه، یکی اینو باید دنبال کنن، و یکی در واقع همکارای هری باید برن بگردن یه راهی پیدا کنن برای تماس گرفتن و ردیابی این گروهی که ظاهراً هری رو دزدیدن. اگه فصل قبلی سریالم ندیدین، فکر میکنم از همین فصل هم میتونید شروع کنید. حتماً. قسمت اول فصل جدید سریال MI5 پنجشنبه 6 خرداد پخش میشه، بعد از خلاصه خبرهای ساعت 9 شب به وقت تهران و کابل، 9 و نیم شب به وقت دوشنبه. تاریخ و ساعت بازپخشش هم الان دارین روی صفحه میبینید. قسمت‌های بعدی سریال رو هفته‌های بعد همین موقع میتونید تماشا کنید. بریم سراغ آخرین موردی که با خودت آوردی. این یکی رو من فکر می‌کنم مثلا تو انتخاب کردی. این یکی یه مجموعه مستند اقتصادی اجتماعی در مورد رابطه ما خریدارا با شرکت‌های بزرگی که برندها و مارک‌هاشون خیلی شناخته شده است. در مورد اینکه چرا یه شرکت بزرگی ممکنه مثلا یه محصولی رو زیر قیمت تموم شدهش بفروشه، و اینکه چقدر رابطه طرفدارای یک شرکت، طرفدارای یک برند با اون برند میتونه عمیق و عاطفی و جدی باشه. برای این کار یکی از طرفدارای اپل رو تو این مستند برمیدارن میبرن زیر دستگاه MRI و مغزش رو چک میکنن. ببینیم. یعنی چشماش یه جوری تشنه تصاویر اپلن؟ درسته. ما اغلب این رو وقتی میبینیم که افراد به یه برندی خیلی وفادار باشن. تو اینجاش تعجبی نداره. اما نوروسنس گروه‌های مختلف افراد رو هم مقایسه کرده. یکی از گروه‌ها خیلی مذهبی بودن. وقتی ما واکنش گروه‌های مختلف رو به تصاویر مذهبی و غیر مذهبی مقایسه می‌کنیم، الگوی مشابه از فعالیت مغز رو مشاهده می‌کنیم. خیلی جالبه، چون وقتی برای افتتاح فروشگاه اپل به کاونت گاردن رفته بودیم، چیزی که دیدیم خیلی شبیه یه مراسم مذهبی بود. همون حرکات و هیجان شدیدی که پیروان فرقه انجیلی در مراسمشون تجربه می‌کنن. ما فکر می‌کنیم این داده‌ها رو میشه اینطور تفسیر کرد که برندهای معروف بخش‌هایی از مغز انسان رو که برای پردازش مذهب تکامل پیدا کرده تسخیر کردند. پس اسکن مغز الکس نشون میده که تصویر محصولات اپل همون بخشی از مغزش رو تحریک میکنه که توی مغز افراد مذهبی با تصاویر مذهبی تحریک میشه، و من اولین کسی نیستم که متوجه این شباهت شدم. اگه چند نفر از همکارای ما رو بفرستن زیر این اسکن، همین نتایج رو میگیره. ممکنه. این قسمت اول در مورد بحث شرکت‌های تکنولوژی
این مجموعه سه قسمتیه، دو قسمت بعدیش یکی در مورد فشن و مد و یکی در مورد محصولات غذایی. خیلی جالب و خیلی به صورت خیلی غیر رسمی وارد این موضوع میشه و خود مجری هم به نظرم مجری بامزه‌ایه، به نظرم مجموعه جالبیه واسه دیدن. ممنونم بهرنگ. قسمت اول مجموعه اسرار برندهای بزرگ رو میتونید یک شنبه 9 خرداد بعد از خلاصه خبرهای ساعت 9 شب به وقت تهران و کابل 9 نیمه دوشنبه ببینید. تاریخ و ساعت بازپخشش رو هم دارید روی صفحه میبینید. هفته های بعد هم در همین ساعت یعنی 9 شب یک شنبه منتظر پخش این مجموعه میتونید باشید. ممنونم از بهرنگ تاجدین که اینجا با ما بود برای اینکه به ما بگه در بی بی سی ظرف هفته آینده چی پخش خواهد شد. بریم سراغ این کارتونا که خیلی هاشون هم موضوعات متنوع شده. بله، خوشبختانه هم فضای روزنامه ها هم فضای کارتونا طبعا هم فضای طنزهای این هفته کمتر سیاسی بود، بیشتر به مسائل دیگه ای که خب مسئله جامعه هم هست. حالا ممکنه که مثلا مسئله ریاست مجلس هم این کنارا بوده و حرف و گفتگو راجبش میشه، ولی نبود. شروع کنیم اصلا ماجرایی که در هفته گذشته خب تموم شد نمایشگاه کتاب، ولی بحثاش همچنان ادامه داشت تا اول هفته هم که بود. این اشاره است به این که صحبت شده بود که چند هزار میلیارد تومان این شهری کتابی رو که امسال برای اولین مرتبه رفته توش رو قرار شهرداری به جای بفروشه، ولی این آب افتادگی رو گذاشته اونجا. چی میگه حالا؟ نازنین جمشیدی کارا کشیده، نوشته آقای قالیباف هستارن، نوشته تا سال بعد چند هزار میلیارد دیگه خرجش میکنیم ردیف میشه. منظور این که الان اوضاعش اینجوریه، بعدا بهتر میشه ایشالا. بریم سراغ کار بعدی، کار فرشید رجب‌علی هست. این کار بامزه ایه، ماجرای این قضیه خانم نینو خالقی هست و توی اون ماشین نشسته، ماشین هم یه ماشین پاکستانی اصلاحاته، علی مطهری داره هول میده، اون بغل هم آقای زیبا کلامه، میگه مطهری میگه ما دیگه زورمون نمیرسه، آقای زیبا کلام هم میگه مرد حسابی تو هم بیا یه دستی به این ماشین بزن، به آقای عارف میگه، عارف میگه کار من زورآزمایی نیست، من اصلاح طلبم. بعد این پایینم آقای کواکبیانو گذاشته، نوشته این عکسی که میندازم امشب تو روزنامه 10 ستونی کار میکنیم که کنار مطهری هستم. هم سلفی هم علامت پیروزی داره. کار با مزه. بریم سراغ بعدی، کار محمد طهانی. بله، این اشاره به ماجرای کیم کارداشیان و این بحثی که راه افتاد سر اینکه سپاه فکر میکنه که کیم کارداشیان با اینستاگرام دست به یکی کرده که پروژه مدلینگ در ایران رو پیش ببره. اما میگه پسرم بیا بریم برات زن بگیرم، و میگه نه مامان جون، کیمش خوشمزه تر. اشاره است لابد به کیم کارداشیان، خواهران کارداشیان که یکیشون کیم. خب بریم سراغ بعدی، کار نعیم تدین. زمان گفتگوی بین اعضای خانواده به 17 دقیقه در شبانه روز رسیده، همه با هم دیگه به صورت ایموجی در واقع، بله دیگه، در حقیقت با شبکه‌ها دارن، یعنی تو شبکه‌های اجتماعی دارن با هم حرف می‌زنن، کاری با هم ندارن، اون همه کارهای خودشون همینجوری دارن انجام میدن. توی جای واقعیت ها، یعنی اینقدر اعتیاد به این فرستادن مسنجر و اینا زیاد شده که همین شکل ها اتفاق افتاده. ولی خب بخواید بسیار خوب. بریم سراغ مجلات. بله، از اندیشه پویا شروع میکنیم. نه بله، اندیشه پویا این شماره با یه ذره تاخیر در اومده، وقتی که تاخیر میکنه همه متوجهن، سراغش رو میگیرن. یه ذره بحث و گفتگو شد در فضا راجع به روی جلد، اون چه که توش نقشه راه روحانی است که همچین روی جلدی رو ایجاب کرده. این بحث راجع به اینکه این سیاست‌های گام به گامی که او داره میبره، آیا این رو از این دیوار عبور میده یا نمیده، این بحثی است که به صورت صفحات اول میگذره. ولی ما که نمیرسیم همه صفحات اندیشه پویای این همه پرحجم پرمطلب مطالب خواننده رو ببینیم، اجازه بدین چند تاشون انتخاب کنیم. از جمله اینکه یک بحثی داره تو همون بخش به اصطلاح تاریخ که معمولا ما متهم هستیم به اینکه خیلی به اون بحث علاقمندیم، ایبیام نداره، آره هستیم. این بخشی است که علی ملیحی درست میکنه، این دفعه با این به اصطلاح پرونده ویژه سالگرد تأسیس کنفدراسیون دانشجویی. واقعا خیلی خوب کار کردن، یعنی سیاست در تبعید رو در واقع بگه. سیاست در تبعید هم آره تو به حساب گوشه ای از این سرنوشته، ولی حالا قهرمانی که تواب شد، این عنوانی است که برای آینه خواهی انتخاب کرده. من درباره تواب شدن، حالا تواب شدن به نظر میرسه بخشی از توش هم این است که زیر فشار قرار گرفت، توبه کرده باشه، یا دست کم الان این معنی رو پیدا کرده، داوطلبانه نیست، در حالی که اینطوری. حالا آقای یزدی از زاویه گروه چپی که در
کنفدراسیون بود، دیگران از زوایای دیگه. آقای امیر پیشداد حزب تودو یک دروغ بزرگ میگه که اینکه کنفدراسیون زائده هواداران ملکی بود، اینا حرفایی است که معمولا اون پشت زده میشه. این یه بخشی هم تاریخ شفاهی داره. این دفعه به زندگی سیروس نهاوندی پرداخته شده. سیروس نهاوندی که اینجا عکسش رو ببینید، چریکی که صیاد شد. حالا این یه وجه دیگه از داستانه. آقای نهاوندی دست کم تازگی ها تو کتابی که در اومدش و مرتضوی در آورد، اونجا متهم به این که جزء این گروه بودن، ولی با ساواک همکاری میکردن و از پیش از دستگیری با ساواک همکاری میکردن. یعنی موضوع یک برنامه ساواکی بوده وضعیت ایشون بعدن این رو تکذیب کرد. مأمور مخفی بودن لب. بله. ادعا شد. حالا بسیاری حرفای مثلا فرض کنید آقای زربخش معتقد است که خیانت او پس از بازداشت آغاز شد. این نکته مهمی است. چون ممکنه دعواها رو حل کنه. اینکه کسی بعد از بازداشت حالا زیر فشار یا هر چی نظرش عوض شده باشه، این یه معنی داره. اینکه شما از قبل با لباس اون پوشش رفته باشی و باعث مرگ یا باعث گرفتاری و باعث حوادث بزرگ شده باشی. خوشبختانه الان تعداد آدم‌هایی که هم آقای نهاوندی بود باش کار می‌کردن، در همون دوره بودند و اینا هستن، از آقای زربخش و بقیه مصاحبه کرده با همه و از زوایای مختلف این موضوع هم هست که بحثش طبیعتاً تموم نمیشه. بذارید بریم سراغ روبرو، چون اون هم مجله جالبی هست. خب یه نگاهی هم به اون بکنیم. با عکس آقای دولت آبادی روی جلد و اشاره به چاپ کلونل، بدون اینکه مجوزش رو البته سانسور شده است. صحبای حرف آقای دولت آبادی نشون میده که احساس میکنن که اون کسایی که رفتن این جعل رو کردن آشنان. از حرفاشون اینطوری میشه فهمید. یعنی جعل دقیقا به چه معنا؟ ببینید اون متنی رو که الان اومده متن ایشون نیست، یه جایش هست شده، جایش این برمر شده و اینا. حالا این در اومده، ایشون میگن این آدم عادی نیست که رفته باشه تو خیابون این کار کرده باشه. این هم فکر است با همون کسایی که معتقد بودن باید این رو عوض کرد. چاپ هم افستی هست نه؟ افستیه بله. یعنی افستی و فراوان این کتاب دید. از کانال های رسمی مجوز نگرفته، ولی یه عده از کانال غیر رسمی بله. اون کتابی رو منتشر کردن که احتمالاً اگه میرفت رسما هم مجوز میگرفت دیگه. یعنی اون کتابی نیست که آقای دولت آبادی بله، یه کتاب آقای دولت آبادی نیست دیگه. سانسور شده است. پشت جلد مجله این تصویریه که میبینید. مجله پشتش آگهی نمیذاره، از اولش نذاشته تا حالا. اشاره است به گروه های فشار داشته. به گروه های فشار. یه بخش عمده ای از این مطالب اینجا بخوام خلاصه کنم. یه بخشی داره راجع به اینکه این اصلاح طلبا وقتی که الان شکست خوردن تو مجلس کجا میرن. این رو به صورت به اصطلاح حرف و گفتگو اینا نیست، یعنی در واقع اونایی که رأی نیاوردن کجا میرن؟ کسایی که رأی نیاوردن رفتن بیرون. چون اصلاح طلبا که مدعیان پیروز نه به اصطلاح اصلاح طلبا نه اصولگرا بود. جناح راست و جناح تندرو که الان رفتن بیرون اینا چه وضعیتی دارن؟ یه گزارشی است که گزارش تحقیقی است، یعنی با تک تک آدم ها رو بررسی میکنه میگه. و بعد در قسمت دوم گزارش مثلا آقای رسایی چیکار میخواد بکنه؟ بله، مثلا فرض کنید که مثلا در مورد خود آقای رسایی، آقای رسایی میگه که من روزنامه دارم، میخوام روزنامه کنم. از بین اونها کمی هم هستن کسایی مثل آقای کوسری که میگن آقای کوسری گفتم میخوام برم سوریه، نه به عنوان سمت و اینا، به عنوان سرباز میخوام برم اونجا بجنگم. ولی بیشتر اینها گفتند که میخوان برن و سابقه دارن در دانشگاه، بنابراین یه بحث جدیدی به وجود اومده است که پس محافظه‌کار انگار جای مشخصی داره. گزارش خیلی مفصلی داره، رفته با رئیس انصار، یعنی به اصطلاح مدیر یا نمیدونم چی باید بهش گفتش، با رئیس انصار خودشون با... رئیس انصار حزب الله تبریز روح الله بجانی صحبت کرده. آقای بجانی رو ببینید، این حامد توکلی این گزارش نوشته، این عکسی است که در صفحه اول در مجموعه واقعا میبینیم. جالبه، میخواهیم در دل مسئولان ترس بیفتد. آقا مسئولان جمهوری اسلامی ان، برای چی باید در دلشون ترس بیفتد؟ میگه که ایشون حرفای خیلی جمهوری، این حامد توکلی این گزارش، یه تیکه‌ای از حرف اینجا رو بخونم. میگه جناب رفسنجانی، یقین بدانید اگر امام سید علی خامنه ای نبودن، من به روش نواب صفوی عمل میکردم و با همه کسانی که جاده گمراهی رو صاف میکنن به شدت برخورد میکردم. با روانشناس صحبت کرده که خب مثلا اصولگرای تندرو که عملی است اومدن بیرون چیکار کنن، ایشون گفته بهتره ذره استراحت کنن. مثلا حرف جدی یا نه، اینکه طعنه نیست توش، یعنی خیلی حرف جدی میگه که دلیلش هم میگه که چرا چنین حرفی رو داره میزنی. حرف معمولا شوفی... هر گروه سیاسی بعد از یه شکست میره یه ذره استراحت به قول معروف میکنه، آره، خودشو بازسازی میکنه، برمیگرده دیگه. اصولا اینا هیچ کدومش چیز نیستن. دکتر دوساله نیکبختم صحبت کرده، حقوقدان میدونید، میگه که ارعاب جرم هست، یعنی همین کاری که انصار حزب الله انجام میده حتی اگه انجام نده. آقای کشاورز هم دقیقاً به همین موضوع اشاره کرده بود دیگه. بریم سراغ نکته آخر چون وقت نداریم برای
مجله بعدی. این خیلی بامزه است، علی میرایی کشیده، کیهان کلهره. اون آقای میگه قربونه اسم کوچیکت بشم، چون اسم کوچیکش کیهانه میگه. من قلبم ضعیف سعیشو بگیرون. و این چی بهش میگیم؟ آرشه کمانچه است. بسیار خوب. نکته آخر چیزی میخواییم بگید یا اینکه بگذاریم ازش؟ وقت داریم، بگید. عرض کنم که پوری عالمی در ستون طنز شرق نوشته بود که حالا که آقای سرفراز رفته و عسکری اومدش تو رئیس سیما، ازش پرسیدن چه راهکارهایی به ذهنت میرسه که تلویزیون از این وضعیت خلاص شه. بعد پیشنهادت میگه چند تا راه حل داره، بی راه حل نیستش. اول اینکه تلویزیون ایران تبلیغ برنامه‌هاشو تو شبکه‌های دیگه میکنه، بکنه تا مردم ببینن تلویزیون ایران چه برنامه‌های خوبی داره، بنابراین از طریق اون شبکه‌ها بیان. از اونجایی که این شبکه‌ها به کمک سینمای ایران اومدن با تبلیغ فیلم‌های اونا، کلی آدم رفتن سینما، پس بنابراین موثره. پس میشه اونا رو غافلگیر کرد. اینطوری بعد از 100 سال همه مخاطبان دنیا مخاطب صدا و سیما میشن، از اون طریق میان. پیشنهاد دیگه‌اش اینه، از اونجایی که فرزاد حسنی و خجالتی که به مخاطبینش میده باعث دلسردی مردم از تلویزیون شده، فرزاد حسنی رو صادر کنیم و به شبکه‌های خارجی. اینطوری کسی اونا رو نگاه نمی‌کنه. سریال‌های ایرانی رو بدیم اون شبکه‌ها و سریال‌های اونا رو از صدا و سیما پخش کنیم. اینطوری مردم DVD و سریال‌های ایرانی رو از کنار خیابون می‌خرن، بقیه هم ورشکست میشن و با ما قرارداد عدم همکاری می‌بندند و سالانه حاضرن 100 میلیون دلار بدن که ما آشنایی باشون ندیم. در نتیجه ما هم تحریم رو دور زدیم، هم اونا رو ضایع کردیم. متشکرم آقای بهنود و مثل همیشه ممنونم از شما که بیننده برنامه دیدبان امروز بودید. درباره برنامه‌های رادیو و تلویزیون و مطالب وبسایت با دیدبان تماس بگیرید. راه‌های تماس رو الان روی صفحه دارید می‌بینید. با هر کدوم از این راه‌ها که با ما تماس بگیرید، ما نظراتتون رو می‌خونیم و حتما با مسئولان در میان می‌گذاریم. از طرف خودم و آقای بهنود هفته بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. شب و روز بر شما خوش.